واشنگتن تایمز 15 بهمن 92 اعدام‌ها در ایران اوج می‌گیرد. رژیم ایران هر ماه حدود 66 تن را اعدام می‌کند. این رقم 19 تن در ماه بیشتر از دوره 2 ساله قبل از روی کار آمدن روحانی است. تعداد اعدام‌ها توسط مقامات رژیم ایران که غالباً شهروندانی که به طرق مشکوکی محکوم شدند را به طور علنی با جرثقیل‌های ساختمان سازی دار می‌زنند. به طور شدیدی از زمان روی کار آمدن حسن روحانی در ماه اوت افزایش یافته است. بر اساس تجزیه و تحلیل آمار و ارقام توسط گروه‌های مستقلی همچون عفو بین‌الملل، مرکز اسناد حقوق بشر ایران و فعالان مختلف اپوزیسیون ایران در واشنگتن، جمهوری اسلامی هر ماه حدود 66 تن را اعدام می‌کند که این رقم 19 تن در ماه بیشتر از دوره 2 ساله قبل از روی کار آمدن روحانی است. منتقدین توافق هسته‌ای اعدام‌ها را اثبات این حقیقت می‌دانند که روحانی فاصله زیادی تا آن اصلاح طلب میانه رو که بسیاری وی را در زمان رسیدن به ریاست جمهوری تصویر می‌کردند دارد. عفو بین الملل که مخالف هر گونه حکم اعدام است می‌گوید در صورتی که شمار اعدام‌ها همچنان افزایش یابد، تلاش مقامات رژیم ایران برای تغییر چهره بین المللی خود بی‌معنی است. به گفته بنیاد دفاع از دموکراسی ها، در دوره‌های نارضایتی گسترده عمومی رژیم تهران از اعدام و به خصوص حلق آویز در ملاء عام برای ارعاب مردم و یادآوری قدرت دولت مرکزی استفاده می کند. لذا افزایش تعداد اعدام ها هم به معنی نارضایتی عمومی و هم به معنی ترس رژیم است. علی صفوی گفت موج اعدام ها از زمانی که روحانی سر کار آمد نشانه های ترسناکی از اعدام های سال 1988 را در خود دارد. در آن زمان خمینی جمله معروف خود مبنی بر این که جام زهر آتش بس را نوشیدم را بیان کرد. این بار نیز ولی فقیه علی خامنه‌ای به رغم خواست خود شروع به نوشیدن جام زهر عقب نشینی هسته‌ای کرده است. رژیم می‌خواهد به مردم ایران اخطار کند لبخند و چرب زبانی با طرف حساب‌های غربی به معنی کاهش سرکوب مطلقی که کشور را طی 3 دهه گذشته فرا گرفته نیست. سؤالی که برای جامعه بین‌المللی مطرح است این است که آیا در عین حال که درگیر مسئله هسته‌ای است، آیا روی این تجاوزات فاحش به پایه‌ترین حقوق مردم ایران متمرکز می‌شود و از رژیم در این باره حسابرسی می‌کند یا خیر؟